آره نه نوشته من متاسفم برای خودم که به تو بدهکار و مدیون شدم. من که هیچ وقت نون و نمک رو زیر پا نکرده و نمی کنم، اما ضربه که تو با حرفات زدی صد تا بابات افشین نمیتونستم بزنم. من چه حرفی به ایشون زدم؟ میبینم اون که اصلا اونو به منم گفته بود از این حرفا دیگه. زن جان خیلی عصبی میشه به طرف، تو مشکله، تو گذشت بده تو باشه دیگه، طرف زنش مریض، خودش اینجوری میبینی نمیشه توقع داشتی. داداش منم گرفتارم، منم خیلی بدبخت سرمه، منم زندگی خوبی شد نداشته باشم، ولی دلیل نمیبینم بیام توی اینستاگرام بخوام این کارو میخوادم بکنه، اقلا طرفشو بشنسه. من همون قدی که عزت و احترام به هر کی، هر کی به من احترام بذاره بهش احترام میذارم، دو برابر بهش احترام میذارم. هر کی که من به هر کسی که عزت و احترام میذارم به همون قدم میتونم مذارت بخوام دهنم رو باز کنم به چرت و پرت گفتن و فروشی کردن. ولی این آقا حدشو نمیدونست، نمیدونست اصلا داره چی میگه. بابا تمومش کن دیگه. من ایسی خواستم بگم دوباره سواره نذاشتیم زنی بگم یه ما پیش ما با محسون دعوامون شد، یه شب لایو سلطان پاشا بودیم، یهو دیدم محسون قاطی کرده مثل یه آدمی که مثلا بزننش فلان، شروع کرد حد اکثری دو سه شب منو میزد و بعد خداحافظیش بدیم و بکشیمش و از این فضا بره و اینا. بعد یکی از بچهای سلطنت طلب برای من چیزی فرستاد، فهمیدیم یه بابایی که احتمال زیاد دیده من خوب اکثرا مکار این کارا رو میکنه، کار نداریم حالا چون مکار ما میشناسمش، مکار بود سری دار دستای اینجوری، حالا نمیخوام اسم ببرم بقیه‌شون. مکار بود، مکار دمش گرم بازم. نه حالا گوش در بابا بزنم دیگه، دورو نیست اینا فیک میساختن بابا، بذار حرفامو بزنم، فیک میساختن بعد مثلا به جای من میرفتن هی کامنت های تحریک آمیز برای محضوم میذاشتن. اینا فکر بود ما این یو رد داده بود، در حالی که اصلا من نبودم تو اون لایو و اون حرفا رو من نزده بودم. خودش شده میشه هم چیزی یعنی برای شما فکر کنم میشه هم شما هم چیزی پیش اومد که مثلا کسی نه دایرکت داده نه کاری کرد، نه همین گفت آخه خود سروش الان گفت که گفت تازه من بیام داشتن کامنت از طرف من میذاشتن و با فیک و اینا. یادم اون روز افتادم که محزون من همونجوری شده بود. آره امیر باقری هم فیکشو میسازن فوش میدن، سید جلال هم فیکشو میسازن فوش میدن. میدونی من میگم این چیزا هم حواسمون باشه، یه موقعی دعواها رو خیلی موقعی دعواها رو اولین فیک ها رو درست میکنن با همین کامنت گذاشتن ها و اینا. چون باز خودم شد دیگه، چون محزون دو سه شب این کوتاه میومد بهش اثبات کردیم نشون دادیم بابا اونم شانس ما بود، چون منو من بعد میدونی فیک ها بلاکت میکنن، تو نمیبینی داره فیک کامنت میذاره. مثلا من میگم محزون چرا اینجوری وحشی شدی چرا فلان، بعد دیدم بالاش مثلا کامنت من، کامنت فیک من داره مثلا میگه هشتگ نمیدونم فلانی فراموش نشود، مثلا محزون رو تحریک میکرد. خلاصه اینا چیز متاسفانه تو مجازی هست دیگه، خدا کمکشون کنه. چی بگم دیگه دیگه این فضای مجازی. ای بابا بازم دم متی، دم متی رد گم، خودش دم میسم گم، جدی بهت میگم جهودی دم این دوتا واقعا گم. من که من خودش ببین اتفاقا خودش متوجه شد، آرش جان، آرش محمدی، اتفاقا خودش میدونه من هیچ موقع همچه حرفی بهش نمیزنم. این اومده بود بالا میگفت تو داری از بابک نیلی طرفداری میکنی، بابک نیلی من نمیدونم اومد توی لایو من، خدا شده من صد بار رفتم جلوی بابک نیلی رو گرفتم که دهن اینو سرویس نکنه، فقط که معذرت میخوام نیاد قهوهیش بکنه. بعد برمیگرده به من میگه تو طرفداری از نیلی میکنی. این آقا توهم زیاد میزنه. نه بابک نیلی یعنی اینقدر بدبخت و اینقدر شل مغزه که مثلا نیاز به ساپورت من داشته باشه و طرفداری من داشته باشه. بابک نیلی خودش یه ولفه. بله. برای خودش زرنگه. من بعد بیاد من بیام اونو ساپورت کنم. این داره من بیشتر بهشم گفتم تو حالا مثلا توقع داری با امیر با بابک درگیرش و اینا، توقع اشتباهیه و تو دیگه خودت حالا با بابک درگیری هم داری دیگه، همه میدونن چه نیازی هست که بیایی کسی دیگر رو درگیر بکنی. بابا
جالبه، میاد توی اینستاگرام تقاضای پول میکنه، بعد میگه به شرف و آبروی من زدم. ای داداش من، نیا این کارو بکن توی اینستاگرام. اگر به شرف و غیرت و شرف و آبروت برمیخوره تو غلط میکنی میاد توی اینستاگرام همچی تقاضایی میکنی. بعد دارم میگم به شرف و آبروم به من تهمت و انگ زدن. تهمت و انگ چه به سر خوب. آره امین داره شکی بود به خاطر بابک منتها برای پول پس دادم به شما. میگم فکر کرد بی گدایی میکنیم. ببین من که همچه حرفی آرش نزدم، بر فرض مثالم اگر همچه حرفی زده باشم با صراحت کامل میگم بله ایشون کاسه گدایی دستش. من که این حرفو نزدم، ولی اگر پاش بیفته بله این حرفم بهش میزن. در صورت سوء تفاهم برای شده یا نشده به من ربطی نداره. چشاشو باز کنه، اگر رو شناختی که رو من داره به قول خودش دو سال منو میشناسه، خودش میدونه من همچه حرفی نمیزنم. اما اصلا دیشب ترجمه از همین بود، از خواب که بیدار شدم تو لایو دیدم دعواتون شده که شما دو سال اخیر تنها کسی که حامیش بود و روز رفقای مثلا چیزی تو بودی. اصلا آره من فکر اشتباه کردم آخه میدین چه جوادی فکرم آدمه نمیدونستم انقدر بیشوره. البته خودش که آدم نیست زهرا، من به خاطر اگه کاری هم کردم به خاطر زهرا بوده و بچه‌هاش. خودش که اصلا آدم نیست که بخوام براش کاری بکنم. بعدم با پررویی بیاد توی دایرکت بگه برای خودم متاسفم. بابا آخه تو چه فکری کردی پیش خودت که این حرفو میاد توی دایرکت به من میزنی؟ بله به جای عذرخواهی کردن نشه، به جای معذرت خواهی کردن نشه. برو بابا شده که اصابه اونو معروف شد با من این موضوع بگذاری جام تو امید نزدی خودی اون تو کامنت خوندی گفت کامنت میذارم که گفتم خب ناراحتش میشه آدم. بابا آدم ناراحتش میشه وقتی بهش میگن کاسه گدایی دستت میگیری. بابا آدم باید خورد میشه. منم دلم سوخت که براش کامنت خوندم، گفته بابا مردم دارم بعد همچی چیزی می نویسن. به خودت بیا. علوی دلسوزی بود ولی خب اب ندارم، من گوه خوردم که دلم برای همچون آدمی دیگه بخواد بسوزم. بعد جوادی مثلا اون روز برگشتی گفتی که مثلا به خاطر اعتیادش خدا شاهده من ناراحت شده دارم دست تو. رفتم تو دایرکت سوریش گفتم، گفتم جوادی اینقدر ادعای رفاقت میکنه تو هم رو دلسوزی اون حرف رو زدی. عصبی شدم چون پلیسش گفته بودن هر جا رفتم این داستان پولا رو چیز کنم هی من پشت گفتن که آقا بچه های لایو آرامش بچه های دیگه چون اینجوریه نمیدیم و این حرف رو زدن. یه عصبی شدم اون روز که پولای اشتباه کردم گفتم. تنه زدن چی؟ من اصلا به این تنه نزدم. دیشب فشار روش سیاد بود بچه ها. امیل بند خدا آلیستی گفت اینم دیگه حالا زورش به امیل رسید یا چجوری بود سر امیل خواهد کرد. زورش به من برسه؟ به این حرفا نمیخور که نه مثلا میدونی چون اون وقتی تحت فشار شد نتونست چیزی بگه بداش خودش جوادی. مگه باید امام حسین اعتقاد نده؟ تو رو امام حسین خودش مقصر هست چه نیست؟ هست اصلا نباید یه سری مسئله بپرده. 100% این مسائل همش بپرده حد منم گوش نکردی یا گوش میکردی که دیشب میشه ساعت پیشم گفت بابا ادعا قد بودن تو بابا بذار کنار. تو نمیخواد بیای تو اینستاگرام بیای بجنگی. بابا برو سر کارت کار کن پول در بیا که نه یک تو اینستاگرام این کار رو بکن که بابا یکی مثلا به قول معروف مثلا بابک نلی نه یک اینجوری خرابت بکنه، یکی مثلا افشین ابراهیمیان نه یک خرابت بکنه. تو خودت دلت برای خودت نمیسوزه میخوای بچه های اینستاگرام دل به حالت بسوزونه؟
امید جان خودتون خسته هستی، دیشب زحمت کشیدین، بحثای خوبی بود، از دید من خیلی بحثا مفیده، روشن شدن بالاخره موضوع همه آدم ها و گرایشات ایرونی ها. عزیزم آرش جان خودم رفتم تو دایرکتش، وقتی من شنیدم گفتم پول گرفتن، گفتم سوش تو پول گرفتی 135 یورو، گفتم اگه گرفتی که نوش جونه، نگرفتی هم به من ربطی نداره، ولی این حرف هستش که میگن تو 135 یورو پول گرفتی، متوجه ای؟ و من پیش خودم قسم خورد، گفت به جون زهرا اگه من یه سنت یک قرون پول گرفته باشم. حالا این اومده این مطلب رو چوب کرده که بیا تو اینستاگرام ثابت کنه که آیا این پول گرفتی یا نگرفتی. بابا اگه گرفتی به کسی ربطی نداره، میشه جونت. از من یه نمیخواستم همین بگم، از این بگم، من دیشب دایری که همین رو گفتم که سروش تو که حالا موازیت که خود این شد سروش که جب موافق جمهوری اسلامی که نبوده، حالا این دو سال یه سال هم که خود شغل کردی و اینا، بیا اصلا اینقدر حجمه رو خود بردار. من خودم دارم با این مثلا حالا سری جنگ های اینستاگرامی میکنم، چه نیازیه تو بیای تو این شرایط سخت خودتو درگیر کنی؟ خدا رو شاهد میگیرم امیر همین دیشب یک ساعت پیش حرف زد دایرکت عین لایو شما، گفت نه من هر جور شده باید مثلا این دو نفر رو باشون تا آخر عمر میجنگم. ولی مثلا نلیو میگفت و آخه بابا جنگ تو با چی میخوای به جنگ؟ نه میگم همینو گوش بده چی میگم. سوادش داری، علمش داری که نداری، گفتم تو بشین کار خودت رو بکن، لایوهای کاری تو بگی، لایوهای ایران شهری تو بگی، چون تفکرات ایران شهری داره و اینا. بعد دیگه چه نیازی تو به جنگ حتما مثلا دعوا حتی جنگی چیز بکنی هایی. و ما دیگه هر اگه لازم باشه من خودم انجام میدم دیگه، من خودم سرشاخم 24 ساعتت میداست. ولی خب قده دیگه تو این داستان ها، یعنی من خودم دارم میگم بهش پیشنهاد کردم تو حالت مثلا چیز باشه دیگه، مماشات و بالاخره اینکه حجمه رو نباشه و مثلا ما کارمون انجام بدیم و اینا. گفت نه من چیز دارم و باید مثلا وظیفه ما انجام بدم. بازم حالا امشب نصیحتش میکنم، امشب بازم از خواب بیدار شد سر کار از سویش میگم بخواد تو اون راهی که داری میری به عنوان یک منتقد مثلا نظام خیلی بهتر از اینه که درگیر رو مکسایی بشی که اینا خب بالاخره مخاطب دارن، پول دارن، ویو دارن، چه میدونم اشتباه دیگه. من حرفی که خودم بگیزدم هم بود، هر وقت قدرت داشتی به جنگ. دقیقا اصلا بابا جنگ چی آخه بابا؟ یه دیدگاهی داره یا توی یه کشوری هم داره زندگی میکنه، خب سه مدل چهار مدل میاد حرف میزنه. وقتی که تو چهار مدل حرف میزنی مردم خوبت میگن چرخنده، یک کلام مردم هزار جور فکر میکنن در موردت. خب تو هی میگی من مخالف آخوندم، اول می از اصلاحات حرف میزنی، اول خط قرمزا رو رد نمیکنی. 350 مدل وقتی یه آدم حرف میزنه 350 تا رو داره. خب آقا چه کرمیه بیای توی اینستاگرام که برای خودت حاشیه درست کنی؟ من اگر توی ایران بودم جوادی، من اگر توی ایران بودم مثلا اگر الان تو ایران بودم میخواستم حمایتم بکنم، با این که مخالف بودم، اول اینکه اصلا توی اینستاگرام نمیومدم، بعد اگر دوم میومدم توی اینستاگرام مجبور بودم طرفدار مثلا این حکومت باشم. میفهمی چی میگم؟ راه دوم انتخاب میکردم، نمیومدم توی اینستاگرام که نتونم یه موقع مثلا حرفمو بزنم، من دوست دارم حرفمو بزنم. ولی این یه روز میگه که من اصلاح طلبم، یه روز میگه که با انقلاب مخالفم، یه روز میاد اصلاحاتو باز میکنه اصلا برمیگرده دوباره رو همون انقلاب. بعد دوباره میگم که یه حرفاش میچرخه، ثباتم نداره. همین خب مردم بهش میگن چرخنده چرخنده چرخنده، اینم از دیدگاه سیاسیش. این جوری دیگه. من حالا من باز اشتباه نمیدونم باش صحبت میکنم که بذار اگرم چیزی هست من خودم انجام میدم. بچهای خودمون بر نیاز نیست که مثلا چند وقت بود نبود اصلا مثلا بخاطر آره آقا چه آقای